سلام عزیزان دلم، امروز با یک ویدیو تازه آمدم به خانه های شما. آموزش پخت این سوپ بسیار گرم و خوشمزه و راحته داریم که به نام سوپ کوفته، یک سوپ ترکی است و بسیار مزه دار است. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. لایک یادتان نره. نیم گلاس برنج که حدوداً 5 قاشق غذاخوری برنج میشه. برنج تمیز میشوریم و حالی داخل دیگ اضافه میکنیم. 1.5 لیتر آب جوش اضافه میکنیم که حدوداً 6 الی 7 گلاس میشه. بعد از اینکه آب جوش اضافه کردیم، دیگ روی حرارت متوسط میذاریم و به مدت زمان 20 دقیقه با حرارت متوسط میمانیم که برنج بپزه. گوشت چرخ کرده 350 گرم که من داخل یک ظرف دیگه میریزم. 1 عدد پیاز رنده شده متوسط اضافه میکنم. مقداری پودر فلفل دلمه‌ای، مقدارش بسیار کم هستن. فلفل سیاه به دلخواه، نمک به قدر ضرورت، تخمه گشنیز آسیاب شدم هم مقدار کمی میریزم و 1 قاشق چایخوری آرد اضافه میکنم برای اینکه کوفته به خوبی به همدیگه بچسبه و موقعی که گلوله میکنیم به راحتی بتونیم کوفته ها را درست کنیم. با دست کاملا میکس میکنیم، چنگ میزنیم حدوداً 3-4 دقیقه و حالی به اندازه 1 دانه فندق کمی بزرگتر مواد کوفته را در کف دست میگیریم و بین 2 تا کف دست کوفته های قلقلی را درست میکنیم. به همین آسانی. دقت کنید که همه کوفته ها به 1 اندازه باشه. کوفته ها رو درست میکنیم و داخل بشقاب کنار هم دیگه میچینیم. کوفته ها رو که درست کردیم کنار میمانیم و حالی 350 گرم ماست که حدوداً 1.5 گلاس ماس میشه داخل یک ظرف میریزیم. از اون دوست داشتین از هر نوع ماستی که استفاده کنین، کم چرب یا پر چرب هم میشه. 2 قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنیم، آرد گندم. آب لیمو، من اندازه نصف لیمو را آبشه اضافه میکنم. در صورتی که لیموی تازه ندارین میتونین از آب لیمویی که گرفته شده استفاده کنین. حالی مواد با قاشق کاملا میکس میکنیم که کاملا دانه های آرد داخل از این مواد حل شود و گلوله گلوله نمانه. ظرف میمانیم کنار. نخود پخته شده 300 گرم که حدوداً از 1 گلاس کمی بیشتر میشه و برای عزیزانی که دوست داشتن میتونن قبلا نخود تر کنن و بپزن اضافه کنن. در اینجا من از نخود کنسروی استفاده کردم که 1 دانه کنسرو نخود گرفتم و آبش کشیدم و تمیز آب کش کردم و حال نخودهای پخته شده را بهش اضافه میکنم. میبینی که برنجا کاملا پخته شدن و نرم شده و حالی نخود اضافه کردیم. داخل 1 دانه تابه حدوداً 50 گرم مسکره اضافه میکنیم. حرارت اجاق متوسط هست عزیزان. میمانیم که کره یا مسکه آب شوه و حالی کوفته ریزه ها را اضافه میکنیم. با حرارت متوسط حدوداً 3 الی 4 دقیقه این کوفته ها را مدام هم میزنیم تا کاملا همه اطرافش سرخ شود و وقتی که کاملا سرخ شده
کاملا سرخ شده، دیگه بوی خامه گوشت هم گرفته میشه و حالی نوبت ازی میرسه که نعنای خشک اضافه کنیم. یک قاشق غذاخوری نعنای خشک اضافه میکنیم و حدوداً یک دقیقه روی حرارت میمانه و نعنا کمی تفت میبینه و سری تابره بعد از یک دقیقه از روی حرارت برمیداریم. و حالی کوفته های سرخ شده و نعنای سرخ شده را به سوپ اضافه میکنیم. بعد از اینکه کوفته ها را اضافه کردیم، حرارت زیر اجاق متوسط است و با همان حرارت حدوداً 5 دقیقه میمانیم که کوفته ها هم پخته شود. بعد از 5 دقیقه در دیگه باز کردیم و حالی مقداری از آب سوپ میگیریم، به مایه ماست و آردی که مخلوط کرده بودیم اضافه میکنیم، با قاشق هم میزنیم. مقدار کمی دوباره از مایه سوپ اضافه میکنیم و هم میزنیم. وقتی که آب سوپ به ماست اضافه میکنیم، باعث میشه که ماست گرم بیاید و وقتی که ماست گرم بشه و به سوپ اضافه شود، ماست نم بره و سوپ شما بهتر و عالی تر در میاد. و حالی با چمچه همه مواد هم میزنیم و به مدت زمان 5 دقیقه میمانیم که بپزه و مدام در زمان باید یکی دو بار سوپ هم بزنیم. بعد از اینکه 5 دقیقه رد شد، میبینیم که سوپ غلیظ‌تر شده و سیفتر شده. حال نمک اضافه میکنیم، میبینیم که سوپ هم چند تا قلقل میخوره. یک هم میزنیم، مقدار نمکش به دلخواه و دیگه از روی حرارت اجاق بر میداریم و میبینیم که سوپ داخل ظرف بکشیم. عزیزان، دیدین که سوپ به همین آسانی پختیم و بسیار مزه دار است. یکی از سوپایی است که ترکا در بیشتر مراسم ها خود میپزه و امیدوارم که شما عزیزانم این سوپ امتحان کنی و نوش جان کنی. اگر از این ویدیو من خوشتان آمده، لطفاً ویدیو را لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را از دست ندهید. میتونید این ویدیو را با دوستانتان شیر کنید و به اشتراک بگذارید. تشکر از شما عزیزان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید و نظرات خودتان را در کامنت برای من بنویسید. خوشحال میشم.